خب الان یه چند تا برنامه هست که داریم راجع به اعضای خیلی خیلی مهم بدن صحبت کنیم یعنی اعضایی که واقعا هم حیاتی هستن هم بدون اونها زندگی واقعا خیلی سخت میشه و مایستر نیست البته امروز میخوام راجع به قلب صحبت کنم باهاتون که خب 100 درصد بدون اون اصلا ما یک دقیقه هم نمیتونیم زنده باشیم ولی خب قلب و یا عروق ما و یا به طور کلی جریان خون ما یکی از اون مواردی هستن که خیلی ما باید رعایت بکنیم حتی اگر ناراحتی قلبی نداشته باشیم و یا ناراحتی مشکلی نداشته باشیم با قلبمون که البته هر کسی تا یه حدی تا یه داره البته موارد ژنتیکی بسیار میتونن دخیل باشن تو این موضوع ولی چند تا موضوع که میتونه برای سلامتی قلب و عروق بسیار مفید باشه یکی خب 100 صد درصد اینه که تا اونجایی که امکان داره از استرس و فشارهای روحی دوری کنیم البته راجع استرس هستش که برنامه های خیلی زیادی بذاریم شاید 20 تا 30 تا برنامه بذاریم فقط روی به استرس که اصلا استرس چی هستش چه به وجود میاد چه باش مقابله بکنیم چه کارهایی میتونیم براش انجام بدیم قبل و بعدش و غیره و خب نهایتا مدیتیشن و کارهایی که به ما لذت میده لذت های درست میده بسیار میتونه برای سلامتی قلب مفید باشه رژیم غذایی باز یکی از اون چیزایی که بسیار مهمه و ورزش شاید خب چون قلبم میدونید که قلب یک عضله است و هر ای باید تحرک داشته باشه باید ورزش داشته باشه و این قلب که مرتب داره پامپ میکنه خون رو هر چقدر ما بیشتر ورزش های درست و صحیح نه زیاد زیاده هست ورزش به اندازه انجام بدیم البته ورزشی که برای سن ما برای موقعیت ما برای سلامتیمون و برای به هر حال هر گونه شرایط و ذوابتی که درش هستیم مفید باشه ورزش بسیار لازم و ضروریه از نظر غذایی خب 100 درصد تا اونجایی که امکان داره باید مواد سرخ کردنی و ترنسفت ها و اون روغن هایی که هایدروجینه شده دوری کنیم به جای اون فت و یا چربی های خیلی مفید زیاد استفاده کنیم مثل روغن ماهی مثل گردو گردو یکی از اون چیزهایی هستش که بسیار برای سلامتی نه فقط مغز حالا به مغز در برنامه های آینده صحبت کنیم که ولی برای قلب هم بسیار مناسبه سیر برای قلب بسیار مناسبه که جلوگیری میکنه از رسوباتی که در عروق میتونه انجام بشه ماده داره به نام الیسین که بسیار میتونه برای سلامتی عروق و قلب مفید باشه سیب که درش پکتین وجود داره اون هم باز میتونه کمک بکنه انتای اکسیدنتی هستش که خیلی میتونه به قلب و کمک بکنه یکی از بهترین غذاها برای قلب گوجه فرنگی هست گوجه فرنگی درش لایکوپین وجود داره که انتای اکسیدنت بسیار قوی و بسیار مفید نه تنها برای قلب بلکه برای پروستات آقایون و خیلی اعضای بدن دیگه میتونه بسیار مفید باشه به هر حال هر گونه بری ها خیلی میتونن مفید باشن یعنی انواع اقسام توت ها بسیار میتونن مناسب باشن زردچوبه بسیار میتونه برای سلامتی قلب مفید باشه و تا اونجایی که امکان داره از مواد قندی و مواد جانک فود دوری کنیم پروتئین هایی هم که میخوریم اگر پروتئین حیوانی هست و گوشت های حیوانات هست سعی کنیم تا اونجایی که امکان داره نچرال باشه و اگر میشه ارگانیک باشه و به خصوص گوشت هایی نباشه که به هر حال پروسه میشه مثل کالباس سوسیس جامبون و غیره اونها هم میتونه بسیار بسیار, بسیار برای سلامتی قلب مضر باشه یکی از مهمترین چیزهایی که بعد ازش دوری بکنیم موادی هستن که ایجاد رسوب کلسیومی در قلب ما میکنن که میتونه چی باشه میتونه همون های کلسیوم باشه میتونه مواد لبنیاتی باشه و به هر حال هر چیزی که میتونه ایجاد اکسیده شدن در عروق بکنه اکسیده شدن گفتم چیزی که میتونه جریگیری بکنه سیر سیب انار انار رو نگفته بودم انار هم بسیار مفیده برای سلامتی قلب و به طور کلی یک روش زندگی سالم میتونه قدم بسیار مثبتی نه فقط برای سلامتی قلب ما بلکه سلامتی کل بدن ما باشه